sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. شکر و ستایش به پروردگار عالمیان و درود و سلام به پیغمبر منتخبش حضرت محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم. هموطنان گرامی، برادران و خواهران بسیار عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم صحتمند و خرسند باشید و شب و روز را در چوکات هدایات خداوندی بگذرانید. به برنامه ایمان و تقوا خوش آمدید و صفا آوردید. برنامه این هفته با ادامه برنامه گذشته درباره موضوع قضا و قدر، مخصوصا درباره هدایت خداوند به انسان و اختیارات انسان در انتخاب رای حق و گمراهی می باشد. در مورد هدایت خداوند و کسانی که راه گمراهی و کفر را انتخاب کرده اند، اکثرا تبصره های می شود که گویا آنها ملامت نیستند و ملامتی را بالای خداوند می اندازند و عدالت خداوندی را درباره هدایت اینچنین اشخاص یا جزای آنها در آخرت اکثرا مورد سوال قرار می دهند. مثلا گفته می شود فلان شخص که کارهای خراب می کنه به خاطر از این که خدا او را هدایت نکرده، یا بعض اشخاص خودشان میگه که ما را اگه خدا هدایت میکرد دیگه ما همتون آدم های خوب میبودیم، ما همتون کارهای دیگر هم میکردیم، ما را خدا هدایت نکرده. یا بعض اوقات گفته میشه که فلانه مردم که رای کفر گرفته دیگه گناهشان چیست؟ چرا خداوند این قسم مردم باز به دوزخ مندازه؟ و بعضا گفته میشه چرا خداوند کل مردم هدایت نکرد؟ چرا کلگیر برای حق مجبور نساخت که هدایت شوند و همگی هدایت می بود از اول؟ بیایی ببینیم که هدایت خداوند به انسان از چی قرار است و خود او تعالی در موارد هدایت چی می فرماید و ببینیم که به چی اشکال مختلف خداوند متعال همه انسانها را به صورت مساوی و عادلانه هدایت کرده است و ببینیم که در کدام مرحله می رسد که بعد از او خداوند اختیار را به خود انسان داده است که راه خود را انتخاب کند. و بازم ولو که انسان راه غلط، راه گمراهی و راه کفر انتخاب میکنه، باز هم چطور خداوند راه هدایت برای اشخاص باز میگذارد و کدام نوع اشخاص هستند که خداوند آنها را در گمراهیشان میگذارد و چرا خداوند انسانها را مجبور نساخته که برای حق حتما هدایت شوند؟ چرا این اختیار خداوند به انسانها داده؟ و همچنان ببینیم که کدام نوع هدایت خداوند است که صلاحیت آن را تنها به خودش گذاشته و چه نوع معیارهای عادلانه را باز هم برای اعطای آن هدایت قرار داده است. وقتی که ما شما از هدایت خداوند صحبت می کنیم، باید یادآور شویم و بدانیم که خداوند متعال
هادی مطلق است و تمام اسرار هدایت تنها در نزد او تعالی موجود است. اما از لطف و کرم خود بعض مسائل هدایت را شرح کرده و روشن ساخته است که برای ما و شما قابل یادآوری است. البته پیش از اینکه از همه این نکات یادآوری کنیم، آن در دوستایی که به شوق و علاقه و به جدیت برنامه های ایمان و تقوا را تعقیب میکنن، اگر قلم و کاغذ آماده بسازن و یادداشت هایی را کنن، انشاءالله برای استفاده آیندهشان مفید خواهد واقع شد. کلمه هدایت یعنی هدایت خداوندی به انسان معمولا به دو معنا و دو مفهوم استفاده می شود. یکی به معنای رهنمایی، به معنای نشان دادن راه، به معنای ارائه طریق. و معنای دوم کلمه هدایت رساندن یک شخص برای راست یا توفیق بصیرت و بینش برای یک شخص یا باز کردن قلب یک شخص که حق ببینه و بپذیره. این دو معنا و مفهوم هدایت باید به صورت علیحده فهمیده شود. اولا بیایید که هدایت را به معنای رهنمایی و نشان دادن در آیات مختلف قرآن عظیمشان ملاحظه کنیم و ببینیم که خداوند متعال چطور تمام انسانها را هم در فطرتشان، در وجودشان و هم توسط پیغمبرها و کتابها رهنمایی کرده است. اولا در فطرت انسانها و در وجود انسانها ببینیم. هدایت و رهنمایی در فطرت انسان با اشکال مختلف و مراحل مختلف صورت گرفته است. اولین مرحله هدایت در فطرت انسان این است که خداوند متعال در سرشت و فطرت تمام انسانها یعنی اولاد آدم علیه السلام حس خداشناسی و حقیقت یکتاپرستی را تعبیه کرده است. یعنی خداوند متعال در نهاد هر انسان تصدیق وجود خود را و اینکه او پروردگار او است ایرا نهفته است. این حقیقت را خداوند متعال در آیت 172 سوره اعراف، سوره هفتم قرآن عظیمشان ذکر نموده است که درک کیفیت و چگونگی آن برای ما و شما مشکل است، اما آثار آن برای ما قابل درک است. یعنی اثر این حقیقت در وجود انسانها به صورت عموم دیده می شود. به طور مثال اگر یک انسان در یک جای تولد شده باشه و کلان شده باشه و هیچ کس برش راجع به خداوند هیچ چیزی یاد نکرده باشه، باز هم به صورت طبیعی احساس می کند که قدرت بالای سر ما وجود داره. باز هم به صورت طبیعی احساس می کند که در این جهان خداوند وجود دارد. البته ای تا وقتی که فطرتش پاک مانده ایره احساس میکنه و بعد از این که فطرت انسان توسط محیطش یا پدر مادرش یا دیگه جایا آلوده میشه و انسان از حق دور میشه، این وقت است که ای از خدا انکار میکنه. اما حتی امو وقتی که انکار هم میکنه و ولو که عقیدام نداره به خداوند، ما شما دیدیم که بسیاری وقتا انسان ها وقتی با مشکلات و دشواری های بسیار سخت مواجه میشه و امیدش از وسایل قطع میشه و میبینه که هیچ کسی یا هیچ چیز دیگه اینال کمک کرده نمیتونه، به صورت ناخودآگاه سر خداوند صدا میکنه، خدایا، او گاد صدا میکنه. یعنی ای امون نشان میده که در نهاد ازی خداشناسی موجود است و ای وقت است که حقیقت ظاهر میشه. چرا؟ چرا ای پیمان خداوند در هر سلول و اجره بدن ما قرار داده است و بر همیشه پد شده نمیتونه. طریقه دومی که خداوند متعال همه انسانها را در فطرتشان هدایت کرده است، هدایت خداوند به روح انسان است. یعنی خداوند متعال تصور از تقوا و از فسق
در خمیره وجودشان الهام کرده است. خداوند متعال در سوره شمس آیت 7 و 8 میگوید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خداوند قسم یاد میکند به نفس انسان و به تناسبی که به آن بخشیده و میگوید که به این نفس راه تقوا و فجوره، راه فسق و فساد و فجوره برش نشان داده، الهام کرده است. یعنی در وجود همه انسان ها راه خوبی، نیکی و راه بدی نشان داده شده است و از این خاطر است که انسان هایی که ولو درباره نیکی و راه بدی برش کسی چیزی نگفته، اینا وقتی که کار خوب میکنن احساس خوب میکنن، چرا خوبی با طبیعتشان سازگار است و کار خراب که میکنن احساس خراب میکنن و تا وقتی که فطرت از اینا پاک مانده و سالم مانده این احساس در اینا موجود است. دیگه ای که خداوند متعال در وجود تمام انسانها وسایل کسب هدایت به صورت مساوی داده است، وسایلی که معلومات حاصل کنن و علم حاصل کنن درباره حق، وسایل شنوایی، بینایی، قلب و ذهن که برای انسانها داده شده. خداوند در چندین آیت این حقیقت ذکر میکنه، مثلا در سوره سجده آیت 9 خداوند میفرماید ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. در این آیت خداوند میفرماید که پس درست او را اندام کرد و از روح خود در او دمید و برای شما قدرت شنوایی، قدرت بینایی و قلب متفکر داد، یعنی قلب و ذهن برایتان داد، اما کم شما شکر میکنید. یعنی همه وسایلی را که انسان ضرورت داره که معلومات بگیره و معلومات در وجود خود سرش تفکر کنه، تعقل کنه، این هم وسایل که قلب است و ذهن است و شنوایی و بینایی است برای همه انسان ها خداوند داده است. دیگه ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که همه انسان ها به فطرت تولد می شوند، یعنی همه انسان هایی که در دنیا می آیند به فطرت اسلام تولد می شوند و بعد از این پدر و مادرشان و محیطشان است که اینا را تغییر می ده و از راه حق و از راه فطرتشان می کشند. لذا فطرت انسان فطرت اسلامی است و فطرت حق شناس است. دیگه ای که خداوند متعال وجود همه انسان ها را حق پذیر ساخته است، یعنی وقت انسان حق بپذیره احساس آرامش میکنه. چرا؟ یک قسمت زیاد وجود ما قبلا به خداوند تسلیم است و به اساس اوامر خداوند کار میکنن، مثلا قلب ما، شما، شش ما، شما، جگر ما، گرده ما، همه کارهای خدا میکنن. وقتی که ما شما دست و زبان و چشم و دیگه اعضایی را که خداوند به اختیار ما قرار داده، اگر ایره هم با خداوند تسلیم میکنیم و طوری از او استفاده میکنیم که خداوند خوش شوه، دیگه به می خاطر است که ما احساس آرامش میکنیم، چرا با باقی وجود ما یکسان و یک نواخت و به یک طرف حرکت میکنن. نکته دیگه که باید فهمیده شوه که در مورد هدایت خداوند به انسان، که خداوند متعال در وجود انسان ها یک حس کنجکاوی و یک حس حقجویی را خلق کرده و در یک مرحله خاص امی حس کنجکاوی و حس حقجویی زیادتر ظهور میکنه. مثلا در مرحله نوجوانی اگر متوجه شویم، اولادها وقتی که نوجوان میشن دفعتا یک حس عجیب کنجکاوی و یک حس حقجویی و یک حس حتی خودسری و سرکشی را آدم در اونا متوجه میشه. تو فکر میکنن که همه چیز دیگه حال ما خود ما میفهمیم و را و نظر و افکار پدر و مادر مورد سوال قرار میدن و این باید بفهمیم که تصادفی نیست یا به خاطر از این نیست که در جامعه یا کلتور غربی و اینا زندگی میکنن. این در وجود همه انسان ها خداوند متعال این احساس خلق میکنه که انسان باید تمام راه و افکار پدر و مادر مخصوصا عقیده و
اعتقادات آنها را باید مورد سوال قرار بدن تا اگر پدر و مادر در راه غلط رفتن و اینا را در زمان طفولیت در راه غلط بردن دیگه بعد از این خودشان راه حق پیدا کنند. و از این خاطر است که دیده باشیم که جوانا اکثرا بعد از سن نوجوانی در بسیاری موارد راه خود انتخاب میکنن و به گفته پدر و مادر نمیکنن. دیگه چطور اینا باز گفته میتونن که ما دین و عقیده را به خاطر پدر و مادر تعقیب کردیم و ما هر چیز دیگر را به دل خود کردیم و انتخاب کردیم، در گفته پدر و مادر نکردیم، اما در دین و عقیده راه پدر و مادر خود گرفتیم. لذا میبینیم که به چی اشکال مختلف خداوند متعال همه انسانها را در فطرتشان، در وجودشان، در طبیعتشان به صورت مساوی هدایت کرده است. اما خداوند متعال با وجود از این که در این مراحل مختلف انسانها را در طبیعتشان هدایت کرده، انسان در روز قیامت به اساس هدایت فطریش مؤاخذه نمی کنه. بر علاوه تمام این هدایاتی که به اشکال مختلف در فطرت انسان صورت گرفته، خداوند متعال به تمام انسانها و تمام جوامع بشری پیغمبرها روان کرده و کتابها روان کرده و به اساس عکس العمل انسانها در مقابل پیام امی پیغمبرها و کتابها است که در روز قیامت انسانها را خداوند مؤاخذه میکنه. و خداوند متعال این حقیقت را که به تمام بشریت و جوامع بشری پیغمبر روان کرده در آیات مختلف ذکر میکنه. مثلا در سوره نحل سوره 16 آیت 36 خداوند متعال میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، بیشک ما در هر امت پیغمبر را فرستاده ایم. در دیگه جای خداوند متعال میفرماید در سوره فاطر آیت 24 و این من امت الا خلا فیها نذیر، هیچ امتی، هیچ قومی، هیچ ملتی وجود ندارد که در آن نظیری نگذشته باشد. نظیر یعنی کسی که هشدار داده باشه مردم، برای مردم گفته باشه که اگر راه بد شما استاد نکنین، راه غلط، راه کفر، راه گمراهی را حتما شما جزایی ببینین، عقوبت. خداوند میگه هیچ امتی تیر نشده، هیچ امتی وجود نداره که در بین از وا یک نظیر تیر نشده باشه، یک کسی که اونا را هشدار داده باشه از عواقب اعمال زشتشان. دیگه جای خداوند متعال میفرماید و انما انت منذر ولکل قوم احاط، خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکند که خودت یک نظیر هستی، یک منذر هستی که نظارت میتی مردمه و برای هر قوم رهنمای هست. یعنی هر قوم را، هر ملت را، هر امت را خداوند برش یک رهنمای فرستاده است و در بین هر قوم یک رهنمای وجود دارد. یعنی تمام جوامع بشریت حتما برشان پیغمبرها یا پیغمبرها و کتابهای رسیده است. و این حقیقت در جوامع بشری دمی اثر ام درک شده میتونه. یعنی در هر جامعه که ما شما ببینیم، ولو که یک انسان به صورت انفرادی شاید بگوید که من خبر ندارم از کتاب و از پیغمبر، اما اگر به مردم خود رجوع کنه، به جامعه خود رجوع کنه، به تاریخ خود رجوع کنه، حتما آثار، حتما درس‌های از پیغمبر، از یک پیغمبر خدا، از یک کتاب خدا موجود است و میتونه پیدا کنه و میتونه بشنوه. و مخصوصا بعد از آمدن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، خداوند متعال ضمانت کرد که قرآن عظیم شان باید حفظ بانه و محفوظ بانه از هر نوع تغییرات و تحریفات. و در این کتاب قرآن عظیم شان امو خمیره و امو شیره هدایات مهم تمام پیغمبرهای اسلام موجود است و خداوند متعال این کتاب فعلا در همه جا ترجمه هایش موجود ساخته و هر کسی میتونه که از طریق از این کتاب از حقایق هدایات پیغمبرها و کتابها خبر شوند. پس میبینیم که وقت هدایت به معنای رهنمایی و به معنای نشان دادن راه استفاده میکنیم، خداوند متعال تمام انسانها را به صورت مساوی چطور هم در فطرتشان هدایت کرده است و هم برایشان پیغمبرها و کتابها را فرستاده است. و به امی اساس است که خداوند متعال می فرماید اینا هدیناه سبیل اما شاکرا و اما کفورا، سوره الدهر یا سوره انسان سوره 76.
معنای آیت این است که بیشک ما انسان را به طرف راه یعنی برای حق هدایت کرده ایم، خواه او شاکر باشد یا کفران کند. یعنی ما همه را هدایت کردیم، ای که یک کس شکرش انجام میده و ایره قبول میکنه یا ایس که کفران میکنه، کفرانی نعمت هدایت میکنه و کافر میشه، این دیگه به اختیار خود انسان است. و همچنان خداوند متعال دیگه جای میگوید که و هدیناه و نجدین در سوره بلد، که ما انسانها را به دو راه هدایت کرده ایم، به دو راه مشخص. و دیگه جای میگوید و این علینا للهدا، و بیشک هدایت بر ذمه ماست، یعنی ما به هدی خود گرفتیم که همه انسانها را هدایت کنیم، به بی مفهوم راهنمایی و نشان دادن راه. و بعد از این است، بعد از این که خداوند متعال همه انسانها را به اشکال مختلف در فطرتشان و هم توسط پیغمبرها و کتابها هدایت کرده، بعد از این مرحله است که خداوند انسان اختیار داده، کنال اختیار داری که رای حق میپذیری یا نمیپذیری. و خداوند متعال مثلا در آیت 29 سوره الکهف سوره 18 میفرماید و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، و بگو که حق از طرف پروردگارتان است، و هر کسی که میخواهد ایمان به آن بیارد و هر کسی که میخواهد کافر شود به آن. یعنی حق از طرف پروردگارتان آمده، دیگه اینال کسی که میخواه ایمان بیاره هم اختیارش است، کسی که میخواه کافر شود هم. و این بسیار حقیقت مهم است که باید بدانیم که خداوند متعال نخواسته است که رای حق به زور و جبر بالای انسانها بقبولانه، چرا خداوند متعال به انسان عقل و قدرت اختیار و اراده داده است و خداوند میخواهد که انسان به اختیار خود رای حق یا رای غلط و گمراهی را انتخاب کنه، ولی خداوند او را مسئول باز میسازه و در روز قیامت به مو اساس ایرا جزا و پاداش میده. و خداوند متعال این حقیقته که مجبور نمیسازه انسانها را که برای حق برن. در آیات مختلف میفرماید، مثلا در آیت 99 سوره یونس خداوند متعال میفرماید ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، و اگر پروردگارت میخواست همه انسانها ایمان میآوردن، همه ایشان به صورت جمیع. یعنی پروردگارت اگر میخواست که ایمان به زور سر مردم به قبولانه و تحمیل کنه، دیگه برش بسیار آسان بود، کلگی ایمان می آورد. اما نه، خداوند می خواهد که به اختیار خود انسانها ایمان بیارن. دیگه جای خداوند متعال می فرماید در آیت 48 سوره مائده سوره 5 ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، اگر خداوند، اگر الله میخواست همه شما را یک امت واحده میساخت، یعنی یک امت مسلمان همه شما را میساخت، ولی خداوند خواست که امتحان کنه شما را در آنچه که برایتان داده است، یعنی در اختیاری که برای شما داده است، خداوند میخواه امتحان کنه که کی رای درست انتخاب میکنه، کی رای غلط انتخاب میکنه. یعنی خداوند متعال نمیخواه که رای حق سر مردم جبری به قبولانه. و به می ترتیب خداوند متعال برای انسانها هم اجازه نداده که سر مردم رای حق بزور بقبولانن. خداوند میگوید لا اکراه فی الدین، جبر و اکراه در دین وجود ندارد، نه خود خداوند جبر میکند و نه دیگرا حق داره که یک شخص بزور به جبر بگوید که بیا مسلمان شو، مؤمن شو، ایمان بیار به این کتاب یا به پیغمبر، و اگر کسی به این شکل ایمان بیاره، ایمان از او قبول نمیشه پیش خداوند. و هدایت به می معنای راهنمایی و نشان دادن راه است که خداوند متعال به اقوام مختلف وقتی پیغمبر روان کرده، اگر اونا قبول نکرده، دیگه خداوند میگه که من واره هدایت کردم، اما یا خودشان قبول نکردن. مثلا راجع به قوم ثمود خداوند متعال میفرماید و اما ثمود فهدیناهم
فاستحب العمى على الهدى. خداوند می فرماید و اما قوم ثمود را هدایت کردیم، اما آنها راه نابینایی را برای حق و برای هدایت ترجیح دادند. یعنی خودشان با وجود از اینکه ما هدایت کردیم، یعنی با وجود از اینکه پیغمبر روان کردیم، نشانه های بسیار روشن برشان روان کردیم و نشان دادیم، اما بازم راه نابینایی و راه کوری را، راه کفر که راه کوری گفته شده، اینا انتخاب کردن. یعنی از چشم خود استفاده درست نکردن. و به می ترتیب هیچ کس شکایت کرده نمی تواند که خداوند متعال ما را هدایت نکرده است. و کسانی که شکایت کنند که اگر ما را خدا هدایت میکرد ما هم بنده خوب می بودیم، درباره از اینا خداوند متعال هم در قرآن عظیمشان یاد میکند. مثلا در سوره الزمر، سوره 39 آیت 57، خداوند متعال بعد از این که انسانها را به تسلیمی و به اطاعت خود دعوت میکنه، باز میگوید که مبادا که شما باز یک روز شکایت کنین و بگوین او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین. مبادا که باز یک روز بگوین که اگر خدا ما را هدایت میکرد ما هم از جمله متقیان میشدیم. دو سه آیت بعدش خداوند میگوید بلا قد جاءت که آیاتی فکذبت بها و استکبرت و کنت من الکافرین. بله، حقیقتی است که اصلا هدایت ما به شما آمد، کتاب ما آمد، آیات ما به شما آمد، اما شما تکذیب کردین، شما ایره دروغ دانستین، شما تکبر کردین، کاکگی کردین، ایره را نپذیرفتین و از جمله کافران شدین. و به می ترتیب خداوند متعال درباره کسانی که میگوید اگر خدا میخواست ما شرک نمی آوردیم در سوره انعام آیت 148 میفرماید سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا. معنایش این است که مشرکین خواهند گفت که اگر خدا میخواست ما دیگه شرک نمی آوردیم، نه خود ما نه پدرای ما، یعنی میگن که خدا خواست از او خاطر ما شرک آوردیم. خداوند با آیت بعدیش میگه که اینا دروغ میگن، یعنی کاملا گپایشان کاذبانه است، به دروغ است، به تهمت است. خداوند اینا را هدایت قبلا کرده ولی خود از اینا به انتخاب خود شرک آوردند. پس میبینیم که هیچ کس شکایت کرده نمیتونه که رای گمراهی و رای غلطه، ما به خاطر گرفتیم که خدا ما را هدایت نکرده بود. و البته هدایت که به معنای رهنمایی و نشان دادن راه یاد می شود، این وظیفه هر پیغمبر بود و همچنان این قدرت رهنمایی را خداوند به پیغمبرها داده بود که از نگاه رهنمایی مردم راه را نشان بتن. و خداوند مثلا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید اینک لتهدی الی صراط مستقیم، آیت 52 سوره 42 خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکند و میگوید بیشک که تو هدایت میکنی مردم برای مستقیم. یعنی هدایت را وقتی به معنای رهنمایی و نشان دادن راه استفاده میکنیم، هر پیغمبر هم مردم هدایت میکرد و هر کس دیگه که یک کس کمک میکنه راه را نشان میده، میتونیم بگوییم که فلانی کس ایره هدایت کرد یا وسیله هدایتش شد. این بود بعض نکات برای شرح کلمه هدایت به معنای رهنمایی و نشان دادن راه. حالا بیاییم معنای دوم هدایت ببینیم که معنای دوم هدایت که به مفهوم باز کردن قلب است و توفیق بینش و بصیرت بر انسان است، یا انسان بر حق و رای راست رساندن است، که ایره به نام هدایت موصله هم یاد میکنن. این و هدایت خاص خود خداوند است و خداوند متعال آن را تنها به خود منوط ساخته که این و هدایت هیچ کس نمیتونه. چرا این هدایت قلب است و خداوند متعال تنها کسی است که از قلب کس خبر داره و انسان به اساس وضعیت قلبش، به اساس خواهش قلبش، به اساس آرزوی قلبش انسان هدایت میکنه
و امی قسم هدایت است که خداوند متعال حتی با پیغمبرهای خود میگه که شما ای اختیار ندارین. مثلا بر رسول الله صلی الله علیه وسلم خداوند متعال در سوره قصص سوره 28 آیت 56 میفرماید اینکه لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. بیشک که تو هدایت کرده نمیتونی هر کسی را که دوست داری، بلکه خداوند است که هر کسی را که میخوای هدایت کنه. بله، در این آیت هدایت به مفهوم باز کردن قلب یا رساندن انسان برای حق است که خداوند میگه تنها خدا است که میتونه هدایت کنه و حتی پیغمبر هم حقش نداره. و اگر این دو مفهوم مختلف هدایت نفهمیم، در روایت پیشتر ما شما دیدیم که خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که این خودت هستی که هدایت میکنی انسان ها را به طرف راه راست، ولی در اینجا میگه که خودت نمیتونی که هدایت کنی. اگر این دو مفهوم مختلف هدایت نفهمیم، باز این دو آیت به نظر ما خدا نخواسته متناقض معلوم میشه که چطوری از یک طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که تو میتونی هدایت کنی، از یک طرف میگه نمیتونی. و به همین معنای هدایت یا باز کردن قلب است که خداوند متعال در سوره ششم سوره انعام آیت 125 می فرماید فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. پس هر کسی را که خداوند می خواهد هدایت کند، سینه اش را برای اسلام باز می سازد. و امین و هدایت است که خداوند متعال در آیات مختلف قرآن عظیم شان میگوید هر کس را که میخواهد هدایت میدهد و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. و البته باید متوجه باشیم که وقتی راجع به این قسم هدایت گپ میزنیم، هدایت قلب ها، باز هم به اساس بعض معیارها این صورت میگیره. یعنی اینطور نیست که خداوند متعال مردم به شکل تصادفی یا به شکل اتفاقی یا به حساب کدام قرعه‌کشی یک تعداد هدایت کنه و یک تعداد دیگر هدایت نکنه. نه، خداوند متعال به اساس بسیار معیارهای عادلانه و مساوی همین قسم هدایت هم به انسانها ارزانی میکنه و عطا میکنه. مثلا خداوند متعال در آیت 13 سوره 42 میفرماید الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. معنای آن این است که خداوند انتخاب میکند هر کسی را که میخواهد. اما کی را انتخاب میکنه؟ در قسمت بعدی آیت میگه که هر کسی را که به طرف او رجوع کند، هر کسی را که به طرف او برگردد. یعنی این هدایت هم باز است برای هر کسی که به طرف خداوند رجوع کنه، خداوند او را هدایت میکنه. در دیگر جای خداوند میفرماید و یهدی الیه من اناب، عین مفهوم داره. خداوند هر کسی را که برگشت کنه به طرف او را هدایت میکنه. یعنی هر انسان ولو که در یک محیط یا جامعه ناسالم و فاسد و کافر کلان شده باشه و تربیت شده باشه و زندگی کرده باشه، امی که به طرف خداوند رجوع کنه و این رجوع مخلصانه بکنه و کوشش بندگی خود بکنه برای پیدا کردن راه حق و همچنان دعا کنه، مثلا به طور مخلصانه بگویه ای کسی که تو مرا خلق کردی، ای کسی که تو جهان خلق کردی، مرا به طرف حق رهنمایی کن، مرا حق نشان بده. این همه که دعا کنه و یک کوشش بندگی خود دهی را بکنه، خداوند متعال با اشکال مختلف بر از این شخص وسایل هدایت برابر می سازه. یعنی خداوند کارسازی می کنه، بر از یک شخص پیدا می کنه، یک کتاب پیدا می کنه، یک کست پیدا می کنه، در مقابل یک پروگرام تلویزیون قرارش می ته، در مقابل یک کست قرار می تهش، در مقابل یک کتاب قرارش می ته و با اشکال مختلف انشاءالله این رای حق نشان میده. و یک دفعه که یک آدم ایمان آورد به حق و حق قبول کرد، باز خداوند متعال این زیادتر هدایت میکنه. و این حقیقت در سوره یونس خداوند متعال میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم. بیشک کسانی که ایمان آوردن و اعمال صالح انجام میدن، خداوند اینها را به اساس ایمانشان
هدایت میکنند. یعنی هدایت زیادتر اینا را در کارهایشان، در امور زندگیشان خداوند حتما میدهد. اینال با وجود از این که خداوند متعال تمام این راههای هدایت باز مانده، یک تعداد مردم است که راه گمراهی را، راه کفر را، راه غلط را انتخاب میکنند. و خداوند متعال چون اختیار بر انسان داده که به اختیار خود و به اراده خود راه حق و راه ناحق انتخاب کنه، دیگه خداوند گفتیم جبر نمیکنه. و خداوند متعال این قسم انسانهایی را که اصرار میکنند در راه گمراهی، اینا را خداوند میگذاره. و ای که خداوند اینا را در راه گمراهی میگذاره، ای هم از عدالت خداوند است. یعنی امی که خداوند جبر نمیکنه و به اساس وعده خود که بر انسان وعده کرده که در دین اکراه نیست، جبر نیست، دیگه خداوند بر انسان امی را به اساس عدالت انسان میگذاره به مورای غلطی که در او را اصرار میکنه. و خداوند متعال تشریح میکنه که چه قسم اشخاص در راه گمراهی و کفر میگذاره. مثلا خداوند متعال وقتی راجع به یک پشه در سوره بقره مثال میده، باز میگوید و یدل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یدل به الا الفاسقین. خداوند میگه وقتی بعض مثال ها را که برای مردم ذکر میکنه، یک تعداد زیاد مردم به اساس این مثال ها هدایت میشن و یک تعداد زیاد مردم اینا گمراه میشن. و چه قسم مردم گمراه میشه؟ کسانی که فاسق هستن، یعنی کسانی که در فسق و فساد هستند و در فسق و فساد اصرار میکنن، تا وقتی که اینا خودشان به طرف خدا رجوع نکنه، خداوند اینا را در راه گمراهی و کفر میگذاره. امی ترتیب خداوند متعال در دیگه جای میفرماید و یدل الله الظالمین. سوره 14 سوره ابراهیم آیت 27 است. خداوند میگذارد مردم را در گمراهی کیره آنهایی که ظالم هستند، کسایی که در ظلم هستند و ظلم میکنند به خود یا به دیگران، خداوند اینا را میگذارد تا وقتی که اینا از ظلم دست نبردارند، تا وقتی که به طرف خدا رجوع نکنند، خداوند اینا را در مورایشان میگذارد. دیگه جای خداوند میفرماید و ما اضلنا الا المجرمون. ما نمیگذاریم کسی را که گمراه شوه مگر آنهایی که مجرم هستند، جنایتکار هستند. در سوره 26 سوره شعرا آیت 99 دیگه جای خداوند متعال میفرماید کذالک یدل الله من هو مصرف مرتاب. به این شکل خداوند میگذاره کسایی را که راه گمراهی را گرفتن، کیره آنهایی را که مصرف مرتاب هستن، یعنی کسایی که بی حد و بی اندازه شکاک هستن، بدگمان هستن، هیچ کس گپش قبول نداره. هر کس میگه تو راه غلط گرفتی، راه گپت غلط است. و هر کسی که از خدا و پیغمبر برشان بگویه، هر کسی که از راه حق بگویه، میگه نه این مردم نمیفهم، این مردم غلط است، این مردم در راه غلط رفتن خودشان. و شک میکنه سر هر کتاب، سر هر گپ، و بدگمانی میکنه. دیگه این قسم اشخاص است که خداوند متعال میگه اینا را میگذاره بمی شکاکیشان دیگه، که تا وقتی که اینا مخلصانه رجوع نکنن. امی ترتیب خداوند متعال دیگه جای میفرماید کسایی که هوا و نفس خود پیروی میکنن، اینا را میگذاره در گمراهیشان. یعنی میبینیم که کسایی را که خداوند در گمراهی میگذاره چه قسم اشخاص است. و به امی ترتیب دیگه آیات خداوند میفرماید که قسم مردم هدایت هم نمیکنه. والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الظالمين. خداوند کسانی را، مردم هایی را که در کفر هستند و در کفر اصرار میکنن، یعنی رد میکنن حق، از حق خبر دارن و حق رد میکنن و به طرف حق رجوع نمیکنن، و کسایی که در ظلم و در استبداد و در فسق و فساد هستند و از این دست نمیبردارن، خداوند اینا را میگذاره و هدایت نمیکنه. به می ترتیب در آیات دیگه خداوند میفرماید ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. خداوند هدایت نمیکنه کسایی را که کاذب است، دروغگوی است، کفار است، یعنی بسیار دروغ میگه و کفار است، حقارت میکنه. همچنان خداوند متعال درباره کسایی که نشانه های بسیار روشن خداوند قبول نداره، اونا را میگه که هدایت نمیکنه. خداوند در سوره 16 سوره النحل آیت 104 میفرماید ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله و
ولهم عذاب علیم. خداوند این آیت می فرماید که بیشک که کسانی که به نشانه های خداوند و آیات خداوند ایمان نمیارن، اینا را خداوند متعال هدایت نمی کنه. یعنی کسی که نشانه های بسیار روشن خداوند می بینه ولی او را قبول نمی کنه. مثلا نشانه های خداوند مثلا روز است، شب است، مثلا آفتاب است، مهتاب است، و کسی میگه که این روز و شب خودش میاد، خداوند هیچ ارتباط نداره به این روز و شب، یا مثلا این مهتاب و آفتاب میبینه و میگه که یا خودش خود به خود یا کار میکنه، خداوند هیچ ارتباط و نقشی نداره در دیگه. وقتی که آیات خداوند که قدر واضحه است، قدر روشن است، اگه این نشانه های روشن هم یک کس قبول نداره، خداوند دیگه اونا را میگذاره و هدایت نمیکنه. چرا؟ اینا واقعا قابل هدایت نیستن، یعنی در قلبشان هیچ آرزوی هدایت نیست. البته کسانی که راه گمراهی و راه کفر میگیره، این به رضای خداوند نیست، یعنی خداوند متعال خوش نمیشه، اما بالای انسان ها کار را تحمیل نمی کنه که سبب رضای او تعالی شوه. بنابراین می بینیم که هر بی‌اطاعتی، هر کار بد، انتخاب هر رای کفر وقتی که انسان می کنه، این کلش به اختیار خودش است و خداوند متعال فرموده است که و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هر آنچه از بدی ها و زشتی ها که به شما می رسه، ای از نفس خود شماست. دیگه دلایلی که خداوند متعال هم هدایت انسانه و هم گمراهی انسانه به خود نسبت میته، از این قرار است که یکی ای که چون خداوند متعال خودش اختیار خوب و بد به انسان داده، لذا اگر انسان کار بد میکنه، چون اختیارش خداوند داده، خداوند میتونه به خود ایر نسبت بده. و همچنان چون خداوند متعال خالق افعال انسان است، یعنی فعل خداوند متعال خلق میکنه، به او خاطر او را به خود نسبت میده. اما فعل به چی شکل خداوند خلق میکنه؟ خداوند فعل انسان نظر به ای که در قلبش چی محبوبیت داره خلق میکنه. یعنی انسانی که در قلب خود کار بد میخواد بکنه، اما عمل بد برش خلق میکنه و توانایی عمل بد برش خلق میکنه. و کسی که میخواد رای حق بگیره و برای حق بره، خداوند متعال امو توانایی رای حق برش خلق میکنه. یعنی ولو که افعال از طرف خداوند خلق میشه، اما کسب فعل از طرف انسان است. و خدا کنه که نکته روشن باشه و واضح باشه. یعنی خداوند هر فعل انسان خلق میکنه، اما به اساس آنچه که در قلب انسان است، به اساس نیت انسان و به اساس آنچه که در قلب انسان محبوبیت داره، همو فعل برش خلق میکنه. برادران و خواهران بسیار گرامی، باید ما و شما بدانیم که قضا و قدر موضوع بسیار بزرگ است و ابعاد بسیار مختلف داره، و تا جایی که ضرورت داریم ما و شما انشاءالله نکات مهم آن برای ما و شما روشن است. و اضافه از این، اگر کسی زیاد میخواهد این باره بحث کنه، باید از بحث های محض فلسفی دوری شوه. چرا؟ اگر کسی تنها بحث به خاطر بحث میکنه، نه به خاطر فهمیدن، دیگه این میتونه انسان به گمراهی بکشانه. و نکته مهم دیگه در مورد قضا و قدر این است که همه چیزی که در دنیا صورت میگیره، این به اساس مقدرات خداوند است. یعنی باید ما شما بدانیم که هیچ چیز بدون مقدرات خداوند صورت نمیگیره، مخصوصا آنچه که بالاتر از اختیار ما و شماست. و لذا کلمات مثل طالی و بخت و روزگار و زمانه و فلک و این چیزا که معمولا استفاده میشه که من طالی بسیار بد دارم و من بختم بد است، از این خاطر چیزا برای من واقع میشه، یا من زمانه سر من شرایط آورده یا فلک آورده، این چیزا کاملا کلمات نامناسب است برای یک مسلمان و برای یک مؤمن. باید این کلمات هیچ وقت استفاده نکنیم و بفهمیم که هر چیزی که بالاتر از توان ما واقع میشه، او از طرف خداوند متعال است، به اساس یک خیر است، به اساس یک حکمت است. چرا؟ هر چیزی که از طرف خداوند واقع میشه، حتما او به خیر ماست و
و به نفع ماست و اگر هر کار غلط میکنیم یا واقعی میشه در جهان یا به خاطر خود ماست یا به خاطر دیگه انسان هاست که کار غلط میکنن و باید در مقابل آن مبارزه کرد و ای که دیگه انسان ها سر کس ظلم میکنه و بی‌عدالتی میکنه باید پذیرفته نشه، باید در مقابل ظلم، در مقابل استبداد، در مقابل هر نوع حق تلفی انسان باید مبارزه کنه و کوشش بشری خود همیشه بکنه. اما بازم اگر از کوشش بشریش بالاتر میباشه در مقابل از او صابر باشه. خداوند متعال همه ما و شما را توفیق بده که مفاهیم به معنای دقیقش و درستش بفهمیم و خداوند متعال به ما و شما توفیق بده که زندگی و تمام امور زندگی خود به اساس حقایق آراسته بسازیم. خداوند متعال همه ما و شما را با تمام مؤمنین در هر جای جهان که هستن، مخصوصا آنهایی که در راه خدا زحمت میکشن، در راه خدا قربانی میتن، کامیاب و سرفراز در دنیا و آخرت داشته باشد. آمین یا رب العالمین. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. مولا یا صلی و سلم دائما.